با درود مجدد انجمن پادشاهی ایران هوشنگ شب یلدا هوشنگ و سربلند بودم زمانی که در ایران بودم، من شادمان بودم، ولی زمانی که از ایران آمدم و مجبور بودم که بیام به ایران، سوگند که شادمانی من هم رفت، تا این که من فولادمند رو پیدا کردم، شادمانی برگشت به من. ولی افسوس که این دوران بسیار کوتاه بود و فولادمند مانند یک پرندهی بود کف دست من و این پرنده از دست من پرید. من همه جهان رو، همه تاریخ رو، همه دوران زندگیم رو به دنبال فولادمند گشتم. هر کجا که کتابی می‌خواندم، هر کجا که فلسفه‌ای رو مطالعه می‌کردم، هر کجا که قوانین و قراردادهای اجتماعی جامعه‌ای رو می‌خوندم، یک جا خالی بود و اون جای فولادمند در قلب هوشنگ و جای فولادمند در روان هوشنگ و جای فولادمند در مبارزه هوشنگ و جای فولادمند در علت زندگی هوشنگ همیشه خالی بود و من
همه ی عمرم رو به دنبال فولاد بند دویدم. زمانی که فولاد بند رو یافتم به ایران سوگند که توان این رو نداشتم که کنار فولاد بند بیستم، ولی کنار فولاد بند زندگی کردم. به عشق فولاد بند و به عشق میهن دویدم. و اینکه امروز اینجا تنها هستم و بدون فولادوند زندگی میکنم برای من بسیار مشکله، ولی به ایران سوگند سخن فولادوند رو، سخن فردوسی رو همیشه به یاد میارم. با همسرم سخن میگفتم، من جمهوری اسلامی رو آرام نخواهم گذاشت. به ایران سوگند، به فولادوند سوگند. من شما ملت خفته رو آرام نخواهم گذاشت. بالاترین خیانتی که ملت ایران به تاریخش و به خودش کرد این بود که فولادوند رو رها کرد. یک هوشنگ، یک سیما و تک پلنگ های ایران گوشه و کنار جهان چه کاری میتونن انجام بدن بدون شما ملت ایران؟ من پیام دادم برای خردمندان این سرزمین. به ایران سوگند که این سرزمین خردمند نداره. به فولادوند سوگند که این سرزمین خردمند نداره. این سرزمین از تخمه‌های مخروط و التقاطیش فرزندانی دانشمند داره، ولی این سرزمین فرزند خردمند نداره. فرزندی که افتخار کنه و عظمت و بزرگی این سرزمین نداره به ایران سوگند. فرزندی که به عشق این سرزمین در کشورهای بیگانه کار کنه، در کشورهای بیگانه بدوه، به امید این که سرزمینش رو باز پس بگیره، به ایران سوگند که نداره. بزرگترین خیانت و جنایت ملت ایران در خارج از میهن تنها گذاشتن فولادوند بود. حالا که فولادوند نیست و من خبری ندارم و کسی خبری نداره که فولادوند کجاست، ولی یک راه هست و اون که ما به آرمان فولادوند، به آیین ریشه‌ای انجمن پادشاهی ایران، به آیین ریشه‌ای سرزمین ایران وفادار بمونیم. ما مبارزه فولادوند رو به کوچه و خیابان ایران بکشانیم. ما صدای مبارزه رو هر گونه که میتونیم در درون میهن به گوش هموطنان زیر فشار خودمون برسونیم. ما صدای هوشنگ و انجمن پادشاهی ایران رو به گوش هموطنان در خارج از میهن برسونیم. به ایران سوگند که من در کشورهای ایران بزرگ بیشتر طرفدار دارم تا در کشور خودمون، در بین هموطنان خارجیمون. برمیگردم به دنباله سخنانم.